علت اصرار جمهوری اسلامی با توضیحاتی هم که داده شد، آقای مصطفی بخشی از مسائل از زاویه علمی گفتن، موضع رسمی دولت آمریکا را هم به طور برنامه شنیدیم. چرا به نظر شما ایران اصرار داره بر ساخت راکتور آبسنگین در عراق؟ ما این سوال میتونیم در سه تا قسمت جواب بدیم. یکی بحث حقه. واقعیت اینه که ایران این حق رو به عنوان یک کشور مستقل داره، نه در معاهده منع گسترش سلاح هسته‌ای، نه در هیچ معاهده دیگری که ایران امضا کرده در تمام تاریخش همچه چیزی رو ایرانو منع نکردن سر این قضیه. بنابراین از نظر حق ایران این حقشه که این کارو بکنه. نکته دوم بحث این که یا اصلا ایران باید یه ریاکتور بسازه، حالا چه آب سنگین یا آب سبک یا غنیسازی اصلا میکرد یا نه، یه بحث اساسی تریه که این جاش اینجا نیست به نظر من، برای اینکه مسائل اساسی داره، بحث مفصلی داره. آیا ایران یعنی اصولا کشورهایی که دارن غنیسازی میکنن با تفاوت‌های خاصی با ایران دارن، دلیلی که اونا میتونن بکنن ایران نمیتونه بکنه چرا چیه و چرا اصلا نباید ایران سرمایه گذاری کنه؟ به هر حال این هم یه صنعت، این هم یک تکنولوژیه و همه کشورها بازم در چارچوب همین معاهده بود اینا حق دارن این کارو بکنن، البته در چارچوب اون تعهداتی که دارن و در چارچوب صلح و از این حرفا. و اما چرا این ایران رفته به طرف آب سنگین و نه آب سبک؟ ما دو تا مشکله. یکی این که من خودم راستش زیاد تکنیکی در این مورد نیستم، دوستان دیگه بیشتر بلدن، ولی چیزی که به اصطلاح خیلی ساده است و اکثرا هم میدونیم اینه که راکتور آب سنگین خیلی ساختش ارزونتره، سرمایه بسیار کمی میبره و چون از اورانیوم غنی شده استفاده نمیکنه، نیاز به اون سرمایه گذاری های عظیمی که باید غنی بکنه اورانیوم رو هم نداره. از طرف دیگه ایران از همون اولش مشکل این غنیسازی رو داشته و وقتی تصمیم گرفت که بره بین آب سنگین و سبک یکی رو انتخاب کنه، سنگین رو انتخاب کرد، برای اینکه مطمئن نبود که غرب بذاره در تحلیل نهایی ایران در سرزمین خودش غنیسازی بکنه و بنابراین برای اینکه جانب احتیاط نگه داره گفت که من چرا بیام ریسک بکنم، به سرمایه بذارم و بعدم براش اورانیوم غنی شده نداشته باشم و میرم همون اورانیوم که تو معدن من هست ازش استفاده میکنم. نکته بعدی، اصلا اصولا وقتی که شما یه اورانیوم با ریاکتور لایت واتر آب سنگین آب سبک میسازید، معمولا یه حجم و هزینه بسیار بزرگی خود این ریاکتور داره که اصلا قابل مقایسه با آب سنگین نیست. ریاکتور آب سنگین عراق که این همه در موردش صحبت میکنن 40 مگاوات، ریاکتور 40 مگاواتیه، بسیار بسیار کوچیکه، یعنی چیز واقعا قابل ملاحظه نیست و هزینه بسیار کمی هم برده تصادفاً این ریاکتور، چیز مهمی نیست واقعا، این چیزی یه کارخونه کوچیکه و همین دلیلم ایران روش سرمایه‌گذاری خیلی عظیمی تو این قسمت نکرده و بعدش هم خب به هر حال یک کشوریه که فکر کرده چون یورانیوم داره ولی یورانیوم غنی شده نداره از این استفاده میکنه. البته آب سنگین از آب سبک گرونتره، بنابراین یه مقدار از اون هزینه هایی رو که ازش توی آب سبک باید میذاشت توی آب سنگین میذاره، توی اون غنی سازی میذاشت توی آب سنگین میذاره، ولی بازم در تحلیل نهایی این سود و زیان به نفع داشتن ریاکتور آب سنگین هست. پرسش آقای امیرحمدی، پرسش این هست که چرا خط قرمز در واقع تعیین کردنی رو، چون که البته این رو اشاره بکنم در گزارش‌های قبلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و قطعنامه‌های شورای امنیت هم اشاره شده به نگرانی‌هایی که نسبت به راکتور عراق وجود داشته، قبلا چیز تازه‌ای نیستش، ولی الان به مرحله رسیده که ایران حداقل اعلام کرده بود که ابتدای برنامه شنیدن گفتن 97% ساختش پیش رفته، حالا چقدر این دقیق هست در موردش میشه صحبت کرد، ولی بحث اینه که چرا ایران عراق رو و نتنز رو، یعنی غنیسازی و راکتور عراق رو، اگه اینطور که شما بفرمایید یک کارخانه کوچکی هست و خیلی هم نباید جنجال کرد، چرا این رو خط قرمز اعلام میکنه؟ این دو رو اگر یکی براش اینقدر اهمیت داشته. آره، از این خط قرمز برای ایران به این دلیله که این شاید تنها ریاکتوری باشه، یعنی تنها صنعت هسته‌ای هست که به اصطلاح خونه زاده، یعنی ایرانی‌ها واقعا خودشون درست کردن. یک کمک‌هایی از روسیه گرفتن ولی تقریبا 90% این صنعت مال خود ایرانه و این یه حالت افتخار به اینا داده، یه غرور به اینا داده که تونستن یه کاری رو انجام بدن و بنابراین به عنوان یه صنعت خونه ساز بهش نگاه میکنن. درست مثل که توی آشپزخونهشون غذای خودشون رو درست کردن. بنابراین از اون نظر یه حالت ملی و افتخاری بهش دیده میشه. نکته دیگه ببینید، به نظر من این راکتور آب سنگین درسته که میتونه و در واقع در پروسه‌ای که داره کار میکنه پلاتینوم درست میکنه و بعد از پلاتینوم میشه بمب ساخت، اما این ضایعاتی که توش پلاتینوم هست باید به اصطلاح ریپروسس بشه، یعنی همینجوری نیست که شما برداری اینو از اون برداری بری بمب بسازی. این باز هم یک ساختمان دیگه، تشکیلات دیگه، یه صنعت دیگه در کنار این میخواد که بتونه این ضایعات رو در واقع ریپروسس کنه، تجدید تولید کنه و ازش این پلاتینوم رو جدا کنه برای بمبسازی. ببین عین همین مشکل رو ما در بوشهر داریم، یعنی ضایعات بوشهر هم، اسپنتلی فیول بوشهر هم میتونه، یعنی این واقعا نه تنها میتونه در واقع پلاتینوم ایجاد میکنه، اونم همین ضایعات هم پلاتینوم داره. در اونجا ایران با روسیه یه قراری بسته که این ضایعات رو میفرسته به روسیه، به روسیه میگیرن. من فکر کنم که به جای اینکه بگن آقا اینا ببندیم درشو و از این حرفا، میتونن همین کارو بکنن. در مورد عراق هم بگن آقا این ضایعات باید از کشور بره بیرون. اون یه بحث دیگریه، یعنی یه راه حل داره. بعدش هم ایران الان داره یه برنامه دوم داره که یه دونه ریاکتور آب سنگینه، چیزی در حدود 390 مگاوایتی داره درست میکنه، یعنی در اون برنامه است. خب اون یه خودش مسئله است، یعنی شما داری از روی 40 وات مگاوات داری چونه میزنی، اون طرف داره روی 400 فعلا برنامه‌ریزی میکنه و داره کاراش هم انجام داده و داره وارد میدون عملیش میشه. به هر حال این چیز، این مسئله اساسیه، من فکر کنم باید فکر اساسی براش کرد، به جای اینکه شما به یک کشوری که مستقله بهش بگید تو نمیتونی این کارو بکنی، اون کارو نمیتونی بکنی و از این حرفا. باید ببینیم چجوری میشه این کارا رو کرد که هم استقلال کشور به عنوان یه ملت حفظ بشه و همین که دنیا مطمئن باشه که ایران به طرف بمبسازی نمیره. متاسفانه مشکل عمده در اینجا واقعا مشکل تکنیکی نیست، مشکل سیاسیه، مشکل عدم اعتماده. وگرنه تمام کشورهای دنیا دارن، این اکثر کشورهای دنیا دارن، هم 37 کشور دنیا داره غنی سازی میکنه، بیش از اونها ریاکتور مثل چیز دارن، آب سنگین یا آب سبک دارن. درسته که بیشتر از آب سبک استفاده میکنن ولی اینا کشورهایی هستند که در عین حال هم دسترسی به اورانیوم غنی شده دارن و هم اینکه دسته تشکیلاتشو دارن خیلی عادی انجام میدن. ایران متاسفانه از همون اولش مشکل داشت با غنی کردن اورانیوم و همیشه فکرش این بود که ممکنه یه روزی جلو منو بگیرن و بنابراین وقتی رفت دنبال آب سنگین و سبک، رفت به طرف آب سنگین که اورانیوم غنی شده لازم نداشته باشه. بسیار. و همونجوری عرض کردم مثلا چیزم همین بود. من فکر میکنم میشه روی این، فقط روی ضایعات، مسئله روی ضایعاته. اگه بشه این ضایعات رو از ایران به شکلی بیرون برد، مسئله نداره. اجازه بدید آقای مصطفی مطلبی دارید در پاسخ به آقای امیر احمدی بشنویم خیلی کوتاه. والا صحبت زیاده برای که یک سری صحبت‌هایی گفت شد که صحت نداره. اولا اینکه تصمیم گیری برای طراحی این راکتور آب سنگین همزمان بوده با تصمیم گیری برای صنعت غنی‌سازی. سال 2004 ظاهرا ساخت عراق سال 2004 شروع شده. نخ شروع شده ولی طرحش قبل از 2004 بوده. طرحش در زمان ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی ریخته شده و آقای روحانی هم کاملا در اطلاع این جریان بودن، در اون زمان همکاری می‌کردن با آقای هاشمی رفسنجانی. پس اینکه گفته بشه که چون بعداً در مورد غنی‌سازی به مشکل برخوردن و دیدن غرب داره چوب‌لای چرخه رژیم ایران میگذاره، اومدن آب سنگین رو کردن، این صحت نداره. دوم اینکه وقتی گفته میشه 40 مگابایتی یک راکتور کوچک هستش، این هم صحت نداره. یک راکتور بسیار بزرگ برای تولید رادیوایزوتوپ. این راکتور تولید برق نیستش که 1000 مگاوات باشه، بلکه یک راکتور بزرگ برای تولید رادیوایزوتوپ. در فرانسه من چند روز پیش بود، بازدید کردم از یک راکتور اتمی 40 مگاواتی که دقیقاً شبیه همین چیزی که در عراق می‌سازن، البته با آب سبک بودش و یک راکتور اصلاً کوچکی نیستش برای این کار. حتی اگر ایران نتونه رادیوایزوتوپ صادر بکنه، نمیتونه هزینه‌های این راکتور رو در دراز مدت به دست بیاره. البته این راکتور به درد تحقیقات علمی و علوم نوترونی هم میخوره که خیلی خوبه و مهم هست یک کشور داشته باشه و من موافق هستم. و صحبت دیگه‌ای که میکنن این که میگن کم هزینه تره، این هم درست نیست که راکتور آب سنگین خیلی کم هزینه تر از راکتور آب سبک باشه. این بحثاش بحثای مفصلیه، من در اینجا نمیخوام واردش بشم. هزینه‌های دیگه‌ای داره و اصلا هزینه‌هایی که به بار آورده و تا حالا نتونستن ازش استفاده بکنن. و بالاخره اینکه ایران 50 ساله داره از راکتور آب سبک تهران داره استفاده میکنه و تجربه خیلی عظیمی داشته، این کافی بود همون مدل رو در اسکل بزرگتری، در مقیاس بزرگتری بسازه و همون زحمتی که ساخت این نوع راکتور داشت همون راکتور هم داره و تفاوت خیلی زیادی با همدیگه نداره. در مورد سوخت بوشهر، اولا سوخت بوشهر رو کاملا روسیه است که تامین میکنه و تا 10 سال و حتی من جایی خوندم تا 20 سال روسیه هستش که سوخت اونجا رو تامین میکنه و ایران نمیتونه دست ببره در اون سوخت و اون سوخت مستقیما از ایران خارج میشه و میره بیرون. این که راه حل هست برای این راکتور بحثی نیست. به نظر من توضیح هم دادم که این یک نوع فشار سیاسی دارن به ایران میارن به خاطر این مسئله بمب، ولی این تله‌ای است که رژیم ایران خودش رو درش انداخته. راه حلش چه میتونه باشه؟ اولا راه حل رو قبلا آقای هوننین و بقیه داده بودند و میتونستن طرح این راکتور رو اونجایی که کم خرج‌تر بود عوض بکنن. سال 2011 دو سال پیش که کارها پیشرفت داشت ولی نه خیلی پیشرفت زیادی، میتونستن این رو تبدیلش بکنن به راکتور آب سبک. این امکان وجود داشت اما این کار رو انجام ندادن. حتی در دانشگاه نروژ در این باره یک مطالعه علمی شده و یک استاد دانشگاه با یک دانشجوی ماستر در این باره یک تزی داده و مطالعه شده و نوشته بود که تا 85% در طرح جدید از تولید پلوتونیومش کم میشه، یعنی عملا اون رو بی خطر میکرد. و راه حل دیگه، به هر حال راه حل های مختلف هست. راه حل دیگه هستش که یک چنین اعتمادسازی بزرگی به وجود بیاد در این مذاکرات که اصلا این راکتور رو به همون صورتی که الان هست با توجه به نظارت غربی ها بپذیرند. بله. اما واقعیت اینه که این سیاست های اتمی باعث شده که از این راکتور چند سال استفاده نشه و هنوزم معلوم نیست در چند سال آینده ازش بشه. این از دید من یک جنایت بزرگ اقتصادی است در حق ملتی که در فقر زندگی میکنه و پول زیادی بابت این چیزا میده. و بالاخره چیزی که گفته شد، سوخت راکتور قیمتی نداره در مقابل مخارج دیگه‌ای که یک راکتور داره و سوخت راکتور قیمتش یک چیزی حدود چند میلیون دلار هستش. اینکه گفته بشه این سوخت ارزان‌تر از اون سوخت بود، این هم صحت نداره. برای اینکه سوخت راکتور تهران رو ایران مثلا از آرژانتین خرید، حالا که خودش هم میتونه غنی بکنه یا میتونه از خارج وارد بکنه، اصلا قیمت و سوخت اهمیت چندانی در مقابل خود راکتور و هزینه‌های دیگه‌اش نداره.